وطن سر می شود از گاهواره، زی شیری پاک و از پستانی مادر. وطن سر می شود از آن تواره که آن را ساخته دستانی مادر. وطن بهبودی و بهروزی ماست، وطن خوشنامی و فیروزی ماست. السلام علیکم بینندگان عزیز و گرامی قدر برنامه آفتاباران. اینک با معنی های گرم و صمیمی مهمان خانه شما هستیم. سال 2021 در تاریخ دولتداری ما سال خاطرمان بود. امسال در قطار یک چند سنه های مهم تاریخی کشور ما 30 سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را در سراسر جمهور تجلیل نمودیم. حالا هم ادامه دارد. برنامه نوبتی خیش را بخشیده با مفهوم وطن و استقلال، مفهوم استقلال بخشیدیم. در مهمانی امروزی برنامه ما استاد عزیزمون دکتر علم های فیلولوژی پروفسور دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفوروف استاد نورعلی نورزاد هستند. استاد عزیز خوش آمدید میگویم به برنامه آفتاباران. میخواستیم در برنامه امروز یکی از شعر غزل های استاد لایق را شرح و تفسیر بفرمودید تا بینندگان گرامی ما از معناهای دامنداری آن واقف کردن. غزلی که انتخاب کردیم بونگ جشن تاجیکان آید همی. همین غزل بود. میخواستیم اندیشه های علمی خود را بابت این غزل بیان میکردید. تشکر. چنانی که اشارت شد، امسال در تاریخ دولتداری ما 30 سال از استقلال ملی سپری می شود و واقعا ارزش های استقلال ملی ما با بهترین وجه در ادبیات ملی ما که در ادبیات زمان استقلال نام گرفته است تجسم دارد و به گمان استاد لایق از اولین شاعرانی هستند که مفهوم وطن، استقلال ملی و ارزش های استقلال دولتی در اشعار ایشان تجسم برجسته دارد. و البته اشعار زیادی هستند که استاد لایق در ترنم تاجیکستان، طبیعت تاجیکستان که هماره این مفهوم ها با شناخت ارزش وطن، مقام کشور اشاره میکنن زیاد است. و من تنها اینجا میخوایم اشاره به این غزلی که خیلی معروف است و البته هرچند که در قالب غزل است، چون این سروده که در پاسخ یکی از قصیده های معروف استاد رودکی بوی جوی مولیان آیت همه سروده شده است و ضمن باید اشارت کرد که در تاریخ ادبیات ما شاید هیچ شعری در پایه این سروده استاد رودکی قرار ندارد که اینقدر شاعران در آن جوابیه گفتند. و حتی اگرچه مثلا دولت شاه سمرقندی میگوید که همین شعری استاد رودکی که اگر در زمان ما گفته میشد شاید یگان مثلا امیر یا شاه مثل اینکه امیر بخارا از هرات برگشت به بخارا بر نیاید. اما همین که در زمان استقلال ملی ما اشعار فراوان در پاسخ همین یا در یک جوابیه های در همین شعر استاد رودکی گفتن، این دلیل عظمت شعر استاد رودکی و نادرکاری های اوست که البته در همین خود همین شعر هم استاد لایق با چندین مورد به همین نام استاد رودکی همچون بنیانگذار ادبیات ما اشارت کردن. یعنی در این شعر در نوبت اول که مثلا ما از آغازش میبینیم که بانگ جشنی تاجیکان آید همه، غلغل سامانیان آید همه، از بخارا بر دوشنبه شریف بوی جوی مولیان آید همه. یعنی اینجا هم اشارت میکنم و وقتی ما به تاریخ سروده شدن این شعر نظر میافکنیم معلوم میشود که این اون تنتنه هایی که اون تنینی که از حضور سامانیان، حضور تاریخی سامانیان در قلمرو دولتداری ما استاد لایق به آن اشارت کردن، این تاریخ بنیادی مجسمه بزرگ شکوهمند اسماعیل سامانی در تاجیکستان است. یعنی سال 1999 که با ابتکار و راهنمایی اساسگذار سال وزیر ملی پیشوای معظم ملل در کشور ما 1100 سالگی دولت سامانیان تجلیل گردید و این شعر در آستانه همین شکوهمند تجلیل این جشنواره بزرگ سروده شده است و که در اون زمان در شهر دوشنبه در پایتخت تاجیکستان مقبره باشه مجسمه شکوهمند اسماعیل سامانی قامت افراخت و چقدر شعرهای افاده کننده ارزش و اهمیت استقلال ملی ما چه در سروده استاد لایق و شعر لایق و دیگران نوشتن که از جمله میخوام اینجا یک روبایی استاد گلنظر هم یادآور شم که البته در همین روش انشا شده است که میگن دوشنبه تخت سینا شد مبارک، به هم مشهور دنیا شد مبارک، اگر چند دلم داغی بخاراست دوشنبه هم بخارا شد مبارک. ببینید استاد لایق هم میگن که بر دوشنبه پایتخت تاجیکان تخت بخت تاجیکان آید همه. انا همین به اصطلاح
خواهد افراختن سیمای ملی امیر اسماعیل سامانی بنیانگذار دولت ملی تاجیکان در شهر دوشنبه یک در سروده استاد لایق به عنوان یک تخت بخت معرفی میشد و حتی در بر میگه که خانمگو اسماعیل سامانی مرد زنده با صد کارون آیت همی، یعنی بعد از هزار سال، بعد از هزار صد سال که از حضور استاد رو که از حضور دولت داری سامانی گذشت دوباره در شهر دوشنبه قامت افراختن، یعنی این مجسمه واقعا یک شکوه دیگری به شهر عزیز ما، به پایتخت عزیز ما دوشنبه بخشید که این شکوهی پیش از همه استقلال ملی است، شکوهی خودآگاهی و خودشناسی ملی است و بینش میگه که آنچنان بود، آنچنان کاروانش حامل ناموس و نام، آنچنان بود، آنچنان آیت همه کاروانش نیمه را هم مانده نیست، وارثی تاجیک هم همه بینید، اینجا یک اشارت برام دارد که یعنی ما اگر به تاریخ دولتداری ملی خودمون نظر افکنیم، اول سلاله کیانیان بودن و بعد مثلا سامانیان و امروز یعنی همین وقتی که همین طرح نادر ملی در شهر دوشنبه خامت افراخ، این یک بیانگر است که هم سنت های دولتداری کیانیان و هم سامانیان دوباره احیا شدن. و اینجا وقتی که ما با همین شعر از نگاهی تجسم ارزش های معنوی، تجسم ارزش های استقلال ملی هجوم میکنه، واقعا یک شعر خیلی طولانی است که از مرز مثلا غزل به همون بنا به سنت های خاص ادبی ما و مرز قصیده گذاشته، یعنی قصیده نادری استاد لایق در جواب قصیده استاد لایقی که واقعا سرداب پا ارزش های معنوی، ارزش های ملی ما رو مجسم میکنه. و ببینید حتی میگه که چند در هر قسمتی از این شعر یک رجوع میشد به شهر دوشنبه و میگن که ای دوشنبه باز کن آغوش خود، شاه سامان مهمان آید همه. و همینجا یک نکته خیلی عجیب است که یعنی وقتی همون منظره شکوهی مقبره مجسمه امیر اسماعیل سامانی تصویر میشود و اولا استاد لایق یعنی مهمان ارجمند، مهمان عزیز که به اصطلاح داهی تاجیکان، دوهی تاریخی تاجیکان اسماعیل سامانی سخن می رود و بعدا یعنی با احترام از امیر اسماعیل سامانی که امروز در زمان صاحب استقلالی ما تاریخ را، شکوه تاریخ را در شهر دوشنبه مجسم کرد یاد می شود. و در برابر این وقتی همچون مهمان و ضمناً به یک شیوه خاصی بیان با دوزا مثال لایق میگن که مهمان گفتم غلط گفتم ببخش، یعنی من مهمان گفتم که غلط گفتم ببخش، مهمان نه میزبان آید همه، یعنی واقعا در اینجا همون اعترافات سیاسیه که همیشه در سخنرانی و گفتارهای پیشوای معظم ملت از اسماعیل سامانی همچون داهی، همچون بنیادگذاری یکی از اولین دولت‌های ملی ما یاد می‌شود، این مطلب شاعرانه بیان کردن. و البته اینجا چندین از ابرازهای دیگر است، مثل مثلا همین حضور منور شخصیت ارمانی امیر اسماعیل سامانی را سال های گاه مورد ها مثلا با رستم دستان که مثلا از رستم هست، این البته در شعرهای دیگر شعران هم هست اما به همون پهلوانی و مردی رستم مانند میکنن که البته خیلی زیاد است. و بینید باز چه خیلی که ما گفتم در هر بندهای از این شعر همین رجوعهای زیبا به شهر دوشنبه است که یعنی از فیض و نصرت برافراخته شدن همین پیکره بزرگ اسماعیل سامانی دوشنبه چی میگرد؟ یک شکوه دیگر میگرد، مثلا با جوی دیگر میگرد که ای دوشنبه در کنار از روی تخت میر سامان جاویدان آید همه، یا میگرد تا جوانی آورد بر خلق خیش میر اسماعیل جوان آید همه، با نسیم بوی جوی مولیان بر حصار شادمان آید همه. چون ما میدونیم که شهر دوشنبه از جمله در از نگاه تاریخی یکی از منطقه های قدیمه وادی حصار حساب می شود و ان همین واقعیت های تاریخی در حاشیه همین شعر تجسم دارند که واقعا ما را به آن هشدار می دهند که باید توسط این شعری که واقعا یک ارزش های ملی ما را تجسم کرده است به شناخت اهمیت استقلال ملی راه کشیم. سلامت باشید استاد. تا چه اندازه استاد هنری شاعری لایق را در این غزل چخل میبین، چخل بیان میکرده؟ تشکر. واقعا یکی از دانشمندان همیشه اعتراف کردن که یعنی در شعر موجودیت تنها تصویرهای مثلا بالاخانه‌دار یا تصویرها یا مثلا صور خیال کافی نیست،
مهم شه اون شعر مؤثر است که وای بدیل ها نشیند و مضمون های بکر در مجسمه است. من گفتم ممکن است که در این شعر اصول های واقعا یک حرارت یک افتخار ملی بلند است که وقتی از رستم سخن می رود، وقتی از امیر اسماعیل سامانی سخن می رود، از استاد رودکی سخن می رود، این همش تمثال ها و نماد های افتخار ملی تاجیکان هستند که اصول لایق در قالب همین شعر اونجوش دادن. حتی ببینید مثلا رجوع می شود به شهر دوشنبه که ما اونجا اشارت کردیم که چون پایتخت تاجیکان و در جغرافیای تاریخی تاجیکستان عزیز ما که همه اونها یک رمزی از افتخار ملی هستند، مثلا رود ورزاب و کوه انزاب، مثلا میگن رود ورزاب و همه امواج مست پیش او دامن فشان آید، دامن کشان، یعنی این منظور همون دریای دوشنبه است که از ورزاب سرچشمه میگیرد و میبیاد، و یا میگن که کوه انزاب و بکف انواع گل پیش پایش ارمغان آید، یعنی برای چی کوه انزاب؟ اینجا یک پیوند بسیار عجیب است که اینجا در برابر اینکه مثلا تصویرها هست، مثلا بیانات هست، مثلا تصویرهایی که به واقعیت پیوند دارن که مثلا رودی ورزاب از کوهسار انزاب سرچشمه میگیرد، اینجا یک دانش و فضیلت تاریخی هم نقش موثر گذاشته است. و وقتی که خواننده میخواند با تعمق میرود که مثلا چرا اینجا از رستم یاد میشود، چرا از استاد رودکی، و ما میدونیم که واقعا استاد رودکی خودشون هم میگن که مثلا کی را بزرگی و نعمت از این آن بودی، مرا بزرگی و نعمت از آل سامان بود، یعنی خدمت های ماندگار خاندان سامانیان در یک مثلا بیت از این قصیده شون تجسم کردن. و ما میدونیم که عظمت استاد رودکی، عظمت معنوی استاد رودکی به خدمت های ماندگار امیران سامانی تکیه میکنن، چون اونها امیران فرهنگ پرست فرهنگ سالار بودن و همیشه پیشوای معظم ملت بود. در برآمد سخنرانی خود تاکید میکنم که انمین سیاستی که امروز در سیاستی عمل کننده مثلا حکومت جمهوری ترکستان، سیاستی پیشگرفته پیشوای ملت که با ارزش گذاشتن خدمت های بزرگان گذشته ما تاریخ و خودآگاهی ملی روان شده است، این یک سرچشمه در انمین پدیده تفکر سیاسی زمان سامانیان میکنه. و ببینید که مثلا ما ببینیم در برابر همین این مطلب ها یک انمین در همین قصیده یک استاد رودکی، سیمای استاد رودکی به عنوان هم شاعر و هم رمز افتخار ملی تاجیکان تجسم میکنه. مثلا ما میبینیم که میگن که همراه او با هزاران کوکبه، یعنی منظور از اسماعیل سامانی در نظر دارم همون مجسمه، همراه او با هزاران کوکبه رودکی و رودکی همداستان آید همه، رودکی با اوج اعجاز آفرین دلنواز و دلستان آید همه. ببینید یعنی چرا اینجا یک مورو اندیشه وادار میکنه که چرا مثلا در اینجا استاد لایق در برابر اینکه البته استاد رودکی مثلا شاعر بزرگ زمان سامانیان بود، یعنی همراه امیر اسماعیل سامانی میگن. و ببینید که از نگاه امروز که اگر من این یک اندیشه بسیار دور نگرانه و یک اندیشه بسیار جالب استاد لایق واقعا توسط ارمان استاد لایق میگویم توسط همین اقدام های پیشوای ملت امروز عملی شد. امروز واقعا دوشنبه یک همون جایی که مثلا مجسمه امیر اسماعیل سامانی هست، بینید در این کنار باغ رودکی که از قدیم بود و با تلاش های پیشوای ملت سال 2008 مقبره مجسمه استاد رودکی هم در روبروی مثلا امیر اسماعیل سامانی گذاشته شد. و ببینید که انمین پدیده در شهر خوجند هم مثلا عملی شد، بینید در کنار ساحل چپی دریای مثلا سیحون مجسمه امیر اسماعیل سامانی و در ساحل راست مجسمه استاد رودکی، و این در همون زمان افتتاحی همین مجسمه پیشوای ملت گفتند که اگر در ساحل مثلا چپ شهر دریای سیحون مقبره مجسمه اسماعیل سامانی نمادی هستی تاریخی، نمادی سیمای بزرگ ملی ما مثلا امیر اسماعیل سامانی، یعنی سیاستمدار و دولت مردی بزرگ باشد، مجسمه استاد رودکی نمادی هستی شعر ملی ما هست. و در همین ادامه مثلا اشارات به مثلا اشعار استاد رودکی میشه، مثلا مادری ما جام در کف کف زنان در بر گل دختران آمده. و ببینید ما میدونیم که در برابر استاد رودکی در زمان سامانیان خدمت های بزرگ حکیم فردوسی همچون نویسنده حماسه ملی ما بزرگ است، و استاد لایق هم با همین اشارات میکنن که خب در استاد توس شاهنامه با کف، استاد توس شاهنامه با کف در بر صاحب قران آمده، یعنی صاحب قران البته در بر استاد رودکی. یک اینجا همین یک فضای سیاسی و معنوی زمان سامانیان در شعر استاد لایق خیلی مجسم است. و ببینید که فراتر وقتی سخن درباره شاهنامه می رود، و البته در محور شاهنامه بازم ابراز رستم است، یعنی رستم که به تعبیری
خودی فردوسی و مثلا که بایتی که منصوب به فردوسی است میگه که رستم یلی بود در سیستان منش کردم رستم داستان، یعنی ابرازی آفریده فردوسی بزرگ است. من میگه که درباره او با غرور، ببینید درباره او با غرور تاجیکی، یعنی رستم از زابلستان آید، همه رستم دستان به اون فرشکو از میان هفتخان آید. خب اینجا مثلا با میبیاد مثلا ابراز های انوشیروان آدیل و نفر های دیگر هستن که اگر ما به همین مجموع از سر تا به پای تا آخر این قصیده استاد لایق توجه کنیم، یعنی سلسله ابراز های در آنجا دارن که همین اونها رمز افتخار ملی ما هستن. یعنی اینجا در برابر افتخار از وجودی مثلا چنین شخصیت ها استاد لایق یعنی یک شکر از استقلال ملی میکنن، یعنی همه همین نماد ها، همه رمز ها، همه همین ابراز ها، مثلا همه حتی رستم و خسروی انوشیروان و فردوسی و مثلا شاهنامه او و خود استاد رودکی و مثلا دیگر و دیگر، خود حضور امیر اسماعیل سامانی نماد استقلال ملی تاجیکان است و این شعر واقعا از جمله بزرگترین اشعار استاد لایق محسوب میشه که در اون افتخار ملی، استقلال ملی و ارزش های هم فرهنگی و معنوی و تاریخی ملت ما تجسم دارد و من گمان میکنم که معرفی و بازگویی و تفسیر این شعر تنها به خاطر اون است که ما امروز به قدر همین ارزش ها، به قدر بزرگترین نعمتی که نام و استقلال است برسیم و از نظر دیگر شکرگزار از آن باشیم که واقعا با گذشت هزار ساله ها ما دوباره صاحب دولت شدیم. این بیانات استاد لایق هم همین نکته را تاکید میکنه که این یعنی این نمادها همه به استقلال ملی ما اشاره میکنن و ما باید این استقلال حفظ و گرامی داریم. تشکر استاد. در مجموع درباره آن که استاد لایق بسیار در شعرهای خود، در غزلهای خود درباره وطنداری، مفهوم استقلالیت، باز مرز و بوم خیش بسیار سروده های، بسیار نوشته های دارند که امروز هر یک فرد ملتی تاجیک، جوانان امروز با افتخار از وطن و وطنداری خیش قرائت میکنند و این برای غنوتمند گشتن ادبیات معاصر تاجیک و تربیت نمودن نسل نوروز در روحیه وطن دوستی و میهن پرستی مساعدت خواهد کرد. استاد عزیز، خوش آمدید میگویم به برنامه آفتاباران. بسیار صحبت گرم و صمیمی بود. اطمینان دارم که بینندگان ما غذای معنوی گرفتند. تاجیکستان مظهری من، سرزمینی کم زمین، تو سراسر کوهساری، تو سراسر سنگزار، چون که فرزندان تو در طول تاریخ دراز هر کجا رفتند مشت خاک با خود برده اند، چون که فرزندان تو در جستجوی بخت خود در بیابان های تفسون دور از تو مرده اند. بینندگان گرامی، در همینجا فرصت برنامه ما به آخر رسید. تا هفته آینده سلامت و سربلند بمانید. خیر عزیزان.